ساعت در تهران 3 بعد از ظهر، اینجا در واشنگتن 7:30 دقیقه بامداد. من محمد غلام ابوالفضل با یک بخش زنده خبری با شما هستم. ششمین ماه جمعه های اعتراضی در زاهدان، مردم پس از نماز جمعه دست به تظاهرات ضد حکومتی زدند. مولوی عبدالحمید عامل گرفتاری های اقتصادی و اجتماعی کشور را ناکارآمدی سیاسی عنوان کرد. افزایش تنش بین نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی و نیروهای آمریکا در شرق سوریه، یک پیمانکار آمریکایی و 8 شبه نظامی وابسته به سپاه در حملات متقابل کشته شدند. و وزیر خزانه‌داری ایالات متحده میگوید تحریم‌ها در حدی که آمریکا انتظار داشته بر ایران تأثیر نداشته. وزیر اقتصاد ایران میگوید به رغم تحریم‌ها در صادرات نفت رکورد زده‌ایم. تحریم‌ها اجرا نمی‌شوند یا مؤثر نیستند. سلام، نوروز 1402 رو به شما هر کجا که هستید تبریک می‌گم. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه امروز زاهدان عامل گرفتاری‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را ناکارآمدی سیاسی عنوان کرده. امروز جمعه 4 فروردین 1402، مردم زاهدان هم مانند جمعه‌های گذشته در 25مین جمعه اعتراضی خود با سر دادن شعارهای اعتراضی به خیابان‌ها آمدند. برادر شهیدان، خون تو پس می‌گیرم. تنش بین نیروهای شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی و نیروهای ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به رهبری آمریکا در شرق سوریه در ساعات گذشته تشدید شده. روز پنجشنبه نیروهای سنتکام به دستور جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به یک حمله این شبه نظامیان پاسخ دادند و در حمله هوایی آمریکا 8 نظامی وابسته به جمهوری اسلامی کشته شدند. ارتش آمریکا به کسانی که اطلاعاتی مرتبط با نیروهای وابسته به ایران و انبارهای مهمات آنها ارائه دهند پاداش مالی می‌دهد. روز پنجشنبه یک پیمانکار آمریکایی در حمله هواپیمایی بدون سرنشین نیروهای وابسته به ایران کشته شد و یک پیمانکار دیگر و 5 نظامی آمریکایی مجروح شد. جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی با ماست. آقای رجبی، خیلی ها دولت بایدن رو به مماشات در برابر جمهوری اسلامی محکوم می‌کنن. فکر می‌کنید که اگر دولتی مثل دولت بوش یا آقای اوباما سر کار بود، در برابر کشته شدن یک شهروندش در همین حد بسنده میکرد به واکنش به جمهوری اسلامی؟ سلام خدمت شما و همه مردم ایران. نکته خوبی رو اشاره کردید. ما یادمون نره که کشته شدن قاسم سلیمانی شروع بود، از اونجایی بود که در یک حمله پهبادی یک از کارمندای یک پالایشگاه رو کشتن که آمریکایی بود و بعد در مقابله اون حمله به بوکمال رو کرد آمریکا، بعد در مقابله اون نیروهای 8 به سفارت آمریکا رفتن و بعد در مقابله اون قاسم سلیمانی کشته شد. یعنی شروع کشته شدن قاسم سلیمانی از حمله به یک کشته شدن یک فردی بود. پس این نشون میده که در سال گذشته 78 حمله
به نیروهای آمریکایی از طرف نیروهای همپیمان جمهوری اسلامی انجام شده، 5 پاسخ داده شده. گمان میکنم که ارتباطمون برقرار. صدای من رو دارید آقای رجبی؟ آقای رجبی صدای من رو دارید؟ متاسفانه ارتباطمون با جابر رجبی فعال سیاسی قطع شد. جنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به کنگره گفته پنتاگون در صورت تلاش ایران برای ساخت بمب اتمی چند گزینه نظامی آماده دارد و این گزینه ها به کاخ سفید هم ارائه شده. به گفته جنرال ملی، ایران در عرض 2 هفته می تواند مواد لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای را تولید کند و طی چند ماه قادر است یک سلاح هسته‌ای بسازد. ایران با ادامه حمایت از نیروهای تروریستی و نیابتی خاورمیانه این منطقه را به سمت بی‌ثباتی می‌کشاند. همینطور اقداماتی در زمینه تولید سلاح هسته‌ای انجام می‌دهد و همزمان در حال توسعه برنامه موشکی است. اگر این کشور تصمیم بگیرد، همانطور که بیشتر سایر اعضای وزارت دفاع به شما گفتند، می‌تواند در عرض 2 هفته مواد لازم برای ساخت یک سلاح هسته‌ای را تولید کند و تنها طی چند ماه قادر خواهد بود تا یک سلاح هسته‌ای واقعی بسازد. اما ایالات متحده همچنان در سیاست خود متحد است که نگذارد این کشور به هیچ سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ما گزینه‌های متعددی را برای رهبری کشورمان تهیه کرده‌ایم که در صورتی که ایران تصمیم به ساخت یک سلاح هسته‌ای واقعی بگیرد، آنها آمادگی لازم را داشته باشند. تد کروز سناتور جمهوری‌خواه از حضور وزیر خارجه آمریکا در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنا استفاده کرد تا به شدت از سیاست‌های کاخ سفید انتقاد کند. تد کروز دولت بایدن را متهم کرد که با عدم اعمال تحریم‌ها علیه تهران دست جمهوری اسلامی را برای همکاری با روسیه باز گذاشته. سناتور، 2 مورد. اول، رابطه مشترک ما بین ایران و روسیه شاهدش هستیم، از جمله کمک ایران در زمینه فناوری هواپیماهای بدون سرنشین به روسیه برای استفاده در اوکراین و کمک روسیه به ایران، از جمله وعده ارائه سیستم‌های تسلیحاتی و جنگنده، چیزی که ما برای از بین بردنش بسیار فعالانه و تهاجمی در کل دولت آمریکا تلاش می‌کنیم. ما در مورد هواپیماهای بدون سرنشین 10 نفر رو تحریم کردیم. آیا تحریم‌های نفتی رو برگردوندین؟ ما به دنبال موثرترین روشی هستیم که بتونیم. آیا تحریم‌های نفتی رو دوباره اعمال کردین؟ خب، ما تمام شبکه پهپادی ایران رو تحریم کردیم. آیا کاری کردین که آیت الله ها نتونن روزی 1 میلیون بشکه نفت بفروشن؟ ما در تلاش هستیم تا مطمئن بشیم که میتونیم این کار رو در دولت قبل انجام شده بود. این دولت بایدن بود که از ادامه تحریم‌ها خودداری کرد که باعث شد میلیاردها دلار به سوی آیت الله سرازیر بشه که حالا برای حمله به اوکراینی‌ها استفاده میشه. در حال حاضر و در حالی که به دنبال اعمال تحریم‌های جدید هستیم، ما هر روز برای شما معافیت‌ها رو لغو نکردیم. در عوض شما با این معافیت‌ها امکان همکاری هسته‌ای گسترده بین روسیه و ایران رو فراهم کردید. چرا این معافیت‌ها رو امضا کردین؟ چرا این کار رو بارها انجام دادین؟ این معافیت‌ها در راستای منافع ایالات متحده در زمینه عدم ارشاد بوده، به ویژه برای اطمینان از اینکه موادی که ایران میتونه ازش برای توسعه برنامه هسته‌ایش استفاده کنه از خارج ایران وارد نشه و مطمئن بشیم که تأسیسات ایران به گونه‌ای توسعه پیدا نمی‌کنه که بتونه منجر به گسترش سلاح یا پیشرفت ایران در زمینه تسلیحات هسته‌ای بشه. در آخرین نمونه، مجدداً معافیت‌ها رو به میزان قابل توجهی کمتر کردیم تا مطمئن بشیم که فقط بر فعالیت‌های متمرکز هستند که اهداف عدم اشاعه ما رو تقویت می‌کنه. دولت بایدن به خاطر سیاست حاضر به انجام این کارها نیست و در نتیجه میلیاردها دلاری که آیت الله ها به خاطر تصمیمات شما و تصمیمات رئیس جمهور بایدن به دست میارن، جنگ در اوکراین رو تامین مالی میکنه. چرا این دولت به هر دو طرف این جنگ کمک مالی میکنه؟ من اساساً با این قضاوت مخالفم. سناتور، ما برنامه هسته‌ای ایران رو تحت کنترل درآورده بودیم. متاسفانه در نتیجه خروج از توافق هسته‌ای
خروجی که ما مسئولش نیستیم از کنترل خارج شد. در نتیجه به رغم فشار حداکثر پرسیدم چرا هر دو طرف رو تامین مالی میکنید؟ برنامه هسته‌ای ایران پیشرفت کرده. آیا به سوال من پاسخ میدین؟ چرا به هر دو طرف جنگ اوکراین کمک مالی میکنید؟ ما هر دو طرف رو تامین مالی نمیکنیم. ما تلاش میکنیم مطمئن بشیم در هر جا که ممکنه از دسترس. اما شما نمیخواین جلوی فروش نفت ایران رو بگیرید. ما در حال بررسی مؤثر تحریم ها رو اجرا کنیم. این که خیلی پیچیده نیست. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌های این کشور علیه جمهوری اسلامی در حدی که واشنگتن انتظار داشته رفتار حکومت ایران را تغییر نداده. خانم یلن در نشست با یکی از کمیته‌های سنا در عین حال تأکید کرده که ایالات متحده به دنبال افزایش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است. در ادامه موج جدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی از سوی کشورهای غربی، آمریکا اول فروردین تحریم‌های جدیدی علیه حکومت ایران وضع کرد. اما همزمان با اظهارات مقامات آمریکایی درباره تحریم‌ها، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی گفته علی‌رغم تحریم‌های آمریکا، ایران به بالاترین سطح صادرات نفت خود در دو سال گذشته دست یافته و از رکورد قبلی 1,300,000 بشکه در روز پیشی گرفته. احسان خاندوزی گفته صادرات غیر نفتی کشور در 11 ماه گذشته 53 میلیارد دلار بوده که 12% نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته و واردات هم 60 میلیارد دلار بوده که نشان می‌دهد اقتصاد ایران را نمی‌توان منزوی کرد. کامران متین ماماز، تحلیلگر امور بین‌الملل از برایتون. آقای متین، شما آیا موافق هستید با تد کروز که دولت بایدن به هر دو طرف جنگ اوکراین پول داده و دست اونها رو باز گذاشته؟ بله، خب در مورد ایران قطعا به طور غیر مستقیم این مسئله رخ داده و این اظهارات رئیس وزارت خزانه، وزیر خزانه داری آمریکا که گفته تحریم ها اون تغییر رفتار مورد نظر ایالات متحده رو در مورد ایران به دنبال نداشته، در واقع مسئولیتش مستقیما متوجه خود ایالات متحده است، به دلیل اینکه بنا به ملاحظاتی که مرتبط هست اتفاقا با جنگ اوکراین و افزایش قیمت انرژی در سطح بین الملل که تبعات زیادی در سطح سیاست داخلی آمریکا هم برای دموکرات‌ها به خصوص در این یک سال منتهی به انتخابات آینده داره، به این دلیل تحریم‌هایی که از قبل هم موجود بوده در مورد صدور نفت ایران رو دولت بایدن بدون سر و صدا به اصطلاح خیلی بدون قاطعیت اجرا کردن و این باعث شده که جمهوری اسلامی بتونه نفت بفروشه و این دقیقاً چیزی است که سناتور تد کروز در واقع بهش اشاره می‌کرد که به طور مخی غیر مستقیم به ایران که در واقع یک طرف جنگ در اوکراین هست کمک کرده. آقای متین، در روزی که وزیر خارجه ایالات متحده مدعی میشه که به اصطلاح معافیت‌ها طوری طراحی شده بوده تا جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، جنرال مارک میلی میگه که جمهوری اسلامی فاصله بسیار کوتاهی با بمب اتم داره، این تناقض رو چطور شما تحلیل میکنید؟ خب به نظر میرسه علی‌رغم هر اظهارات رسمی که مقامات ایالات متحده یعنی مقامات دولت آقای بایدن ابراز میکنن در مورد ایران، در محاسبات استراتژیکشون اونها مسئله ایران رو پایین‌تر از اوکراین و چین قرار دادن و فکر میکنن که اونها میتونن کجدار و مریض تا لحظه مثلا ساخت سلاح هسته‌ای صبر کنن. مثلا در همین اظهارات آقای میلی میگه که ما نخواهیم گذاشت که ایران یک سلاح هسته‌ای میدانی تولید بکنه، یعنی منظورشون این است که تا وقتی که یک بمب هسته‌ای که ایران بتونه با از طریق موشک و هر ترتیب دیگری پرتابش بکنه، این آستانه تحمل ایالات متحده تا این حد هست، در حالی خب میدونیم آستانه تحمل استراتژیک مثلا اسرائیل در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران خیلی پایین‌تر از این هست. در نتیجه این تناقض به نظر میرسه که برمیگرده به این که در اولویت‌های ژئوستراتژیک آمریکا مهار ایران در مقایسه با مهار چین و مهار روسیه در اروپا چقدر به اصطلاح اهمیت داره، که به نظر میرسه این اهمیت رو به اصطلاح خیلی پایین‌تر از نظر اونها. آقای متین، دنیس راس دیپلمات با سابقه آمریکایی امروز در توییتر یک سوالی مطرح می‌کنه در مورد اظهارات مارک میلی و میگه که یا او اشتباه سخن گفته یا اینکه معنی حرفش این هست که ایالات متحده تا زمان ساختن بمب با جمهوری اسلامی کاری نداره، استقرار بمب، به قول شما بمب میدانی، و یعنی اگر بمب داشته باشه ما با او کاری نداریم. معنی این چیه؟ این واقعا یعنی الان ایالات متحده برنامه‌ای نداره برای عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای یا نه؟
به اصطلاح جدیتی نداره برای جلوگیری از اون. میدونید موضع رسمی بایدن و دولت دموکرات‌ها این بوده که ما اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، ولی تعریف اونا از این که سلاح هسته‌ای دقیقاً چه چیزی هست یک بحث به نظر میرسه تکنیکی شده. مثلا همین وزیر دفاع آمریکا میگه سلاح هسته‌ای میدانی، یعنی اگر قبلاً میگفتن حتی انباشت اورانیوم غنی شده ای که کافی باشه برای تولید یک سلاح هسته ای هم در واقع آستانه تحمل آمریکا رو ازش گذر خواهد کرد، در حالی که این مسئله الان خیلی تغییر کرده. نه تنها این به اصطلاح تولید این میزان از اورانیوم غنی شده بنا به قول خود مارک میلی به 12 روز رسیده از 12 ماه که قبلا بود، بلکه میگه که در عرض چند ماه میتونن بعد این رو تبدیل به یک بمب بکنن. ولی اینکه این بمب در واقع باید چه خواصی داشته باشه، چه ویژگی داشته باشه که از نظر اونها بمب میدانی محسوب بشه، این دیگه برمیگرده واقعا به محاسبات به اصطلاح پنتاگون و ایالات متحده. ولی اونچه که مسلم هست، آمریکا قطعا به نظر نمیرسه در این تا گزینه حمله نظامی برای پیشگیری از توسعه برنامه هسته‌ای تا سطح تولید به اصطلاح اورانیوم کافی برای یک سلاح هسته‌ای رو در دستور داشته باشه. و این رو میشه حتی از نگرانی‌هایی که دولت اسرائیل مدام ابراز می‌کنه در سفرهای مختلفی که مقامات اسرائیلی به اروپا و آمریکا داشتن و حتی اینکه گویا گفتن حتی بالاتر از 60% هم غنی شدن در واقع خط قرمز اسرائیل هست، ناشی از این است که اونها به نظر میرسه مطمئنن که آمریکا آستانه تعاملش رو در این رابطه بسیار بالا برده. آقای متین، اگر که برداشت مقامات جمهوری اسلامی هم مثل برداشت شما باشه و تصورش این باشه که آمریکا جدیتی برای جلوگیری از جمهوری اسلامی نداره، فکر میکنید که وضع به چه سمتی پیش خواهد رفت؟ خب بالاخره احتمالاً مقطعی فرا خواهد رسید که اونها رو در اصطلاح مجبور به عمل بکنه. در این حال این احتمال هم وجود داره که اسرائیل مستقیماً حمله بکنه و در اصطلاح تداوم اون منازعه‌ای که حتما رو خواهد داد بین ایران و اسرائیل در صورتی که اسرائیل حمله بکنه، خب پای آمریکا نهایتا به اصطلاح منازعه باز خواهد شد. اما جمهوری اسلامی خب سعی میکنه همزمان هم روابط منطقه‌ایش رو یکم عادی بکنه. ما میبینیم در روابط با عربستان بر سر یمن و خود عربستان با سوریه، با چین روابطشون رو گسترده میکنن و فکر میکنن که کجدار و مریض حداقل میتونن تا پایان دوره بایدن ادامه بدن وضعیت رو و ببینن بعد از اون چه خواهد شد. به این دلیل من فکر نمی‌کنم در این یک سال خورده‌ای که باقی مونده در به انتخابات در آمریکا اونها سلاح هسته‌ای رو تولید بکنن و فکر می‌کنن با همین 1,200,000 بشکه‌ای که در واقع علی‌رغم تحریم آمریکا دارن می‌فروشن میتونن وضعیت رو ادامه بدن و منتظر باشن ببینن هم در جنگ اوکراین چه خواهد شد هم در انتخابات آمریکا. کامران متین، تحلیلگر امور بین‌الملل، ممنونم که ما رو همراهی کردید. اما بعد از آنکه پدر محمد مهدی کرمی از قربانیان قتل‌های حکومتی در ایران از مردم خواست نذرات خود را برای اطعام کودکان کار هزینه کنند، خود دست به کار شده و به نام کشته شدگان اعتراضات روزانه به طبخ و توزیع غذا برای کودکان کار اقدام می‌کند. پدر محمد مهدی کرمی گفته پسرش پیش از اعدام ناعادلانه به موضوع غذارسانی به کودکان کار توجه جدی داشت. ما امروز این غذا رو امروز درست کردیم و انشالله از این به بعدم درست میکنم. من بچه های کلت زحمت کشیدن، دستشون در نکنه واقعا. و محمد مهدی زمان قید حیاتش این کار دوست داشت. این نیت بچه ها درست کردیم که روحشون شاد باشه، از ما راضی باشن. تشکر میکنم از مردمی ها. شما همین کار انجامید تو محل خودتون، کسایی هستن که چهار را وای میسن، بچه کارم، بچه بی‌وضاحتن، آبرومند، بچه افغانی که تو کشورون دارن زحمت میکشن، نیاز دارم بهشون بدید، انشالله قبول باشه. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، گفته آنهایی که در سرکوب خشونت آمیز اعتراضات مردم ایران نقش داشتند باید به دست عدالت سپرده شوند. آقای رحمان اخیراً گزارش تازه اش را درباره حقوق بشر در ایران منتشر کرده. همکارم بردیا افشین از او پرسیده چرا جمهوری اسلامی گزارش شما را پاسخی سیاست زده به رویدادهای ایران خوانده.
جمهوری اسلامی و حامیانش گزارش شما رو پاسخی سیاست زده به رویدادهای اخیر ایران دونستند و اونها حتی به رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران اشاره داشتند. آیا فکر نمی‌کنید اونها کسانی‌اند که با گزارش شما برخوردی سیاسی داشتند؟ همونطور که دیروز گفتم و اینجا هم اعلام میکنم، من از گفتگو با مقامات ایرانی در مورد مسائل اساسی مربوط به نقض حقوق بشر استقبال میکنم. اما با گفتن اینکه گزارش من سیاسی است و بخواهند نگرانی ها و انتقادات مرا نادیده و بی اهمیت جلوه بدهند، این امر هرگز اتفاق نمیافتد. من به دنبال گرفتن پاسخی اساسی و معتبر به این نگرانی ها هستم. اگر آنها این فرصت را به من بدهند، ما از دیدار و گفتگو با آنها استقبال خواهیم کرد. مهم است که مقامات ایرانی به مأموریت من احترام بگذارند و اجازه ورود من به ایران را بدهند. اما متاسفانه آنها از انجام این کار خودداری می کنند. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفته مسکو انتظار دارد که در آینده نزدیک امکان سازماندهی نشستی سه جانبه میان روسیه، ایران و آذربایجان فراهم شود. به گفته او، مسکو به گفتگوی روسیه، آذربایجان و ایران اهمیت زیادی می‌دهد. این کشور در حال حاضر خود را به عنوان یک عامل مؤثر برای تعامل با تأکید بر اجرای عملی پروژه‌های مشترک در زمینه اقتصاد، حمل و نقل و انرژی تثبیت کرده. اما انتظار داریم که همکاری‌های سه جانبه همچنان کمک قابل توجهی داشته باشد. علی کاظمی از روسیه با ما. آقای کاظمی، بعد از تیره شدن روابط میان ایران و آذربایجان، حالا روسیه با هر دو کشور روابط نزدیکی هم داره، در تلاش که میانجیگری بکنه. به نظر شما قادر هست که مشکلات میان آذربایجان و جمهوری اسلامی رو برطرف کنه؟ همونطور که خودت هم بهش اشاره کردی، روسیه خیلی علاقمند است تا بتونه یک میانجی خوب باشه و بتونه که یک راهی را پیدا بکنه تا هر دو کشور دوباره به یکدیگر نزدیک بشن و هم آذربایجان یکی از متحدین استراتژیک روسیه است و هم ایران در اواخر جز متحدین استراتژیک روسیه هست و روسیه میخواد پیشقدم باشه در این زمینه. همچنان که آذربایجان و ارمنستان هم با هم مشکلات داشتن، روسیه پیشقدم شد و خواست میانجیگری کنه و تا کنون روسیه چندین نشست در این باره داشته و در تازه ترین واکنش هم که ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه از نشست مشترک سه کشور گفته که روسیه تصمیم داره چنین نشستی را برگزار بکنه، ولی از سوی دیگر در سفری که قرار است 29 مارچ آقای عبداللهیان وزیر خارجه ایران به مسکو سفر بکنه و با هم روس خودش سرگئی لاولوف دیدار بکنه، احتمالی که در مورد این مسئله با دیگر صحبت بکنن خیلی بالاست. چیزی که وزارت خارجه روسیه اعلام کرده قبل از سفر وزیر خارجه ایران، گفتن روی موضوعات منطقی و همچنان موضوعات در مورد اوکراین، افغانستان هم صحبت خواهد کرد که در مورد موضوعات منطقی میتونه در مورد آذربایجان و ایران هم صحبت بکنن. همونطور که خود بهش اشاره کردی، روابط تیره شد بعد از حمله ای که صورت گرفت به سفارت آذربایجان و بعد از او چند روز قبل و در آغاز سال جدید خورشیدی هم فرمانده نیروی زمینی سپاه از نزدیکی مرز آذربایجان دیدار کرد. تهدیداتی هم هر دو کشور با یکدیگر داشتن و این سفر هم بی تاثیر نبود. فرمانده نیروی زمینی سپاه به مرز رفت و از این مرز دیدن کرد و همچنان با مرز آذربایجان. از سوی دیگه روسیه داره روی کریدور انتقال کالا و محصولات خودش کار میکنه، کریدور شمال جنوب که تیره بودن دو کشور میتونه روی این کریدور تاثیر بگذاره و روسیه پیش قدم شده و بتونه میانجیگری بکنه بین آذربایجان و ایران تا بتونه موضوعی که پیش آمده حداقل بتونه کمبود کمتر بکنه این تیرگی ها را تا بتونه که به مرحله دوباره برگشت روابط دیپلماتیک بین دو کشور داشته باشه. سفر عبداللهیان، ملاقاتش با سرگئی لاوروف و صحبت هایی که سخنگوی وزارت خارجه
روسیه کرده ماریا زاخاروا نشان دهنده ای است که روسیه در این روزا دارد تلاش میکنه. از سوی دیگر با همتایان آذربایجانی خودشان هم صحبت خواهند کرد تا بتونه که راهی را پیدا بکنه و دوباره بتونه که این دو کشور در دیگر نزدیک بسازه، که خیلی تاثیرگذار است برای روسیه، برای منطقه و بخصوص متحدین روسیه در منطقه، که روسیه نمیخواهد این شرایطی که خودش با مشکلات فراوانی روبرو است، نمیخواهد که متحدینش هم دوچار مشکل باشه و بعد دیگر روابطشون تیره تر. علی از تو ممنونم که ما رو همراهی کردیم. با ادامه اعتراضات فرانسوی ها به طرح افزایش سن بازنشستگی از 62 سال به 64 سال ساختمان شهرداری بردو در جنوب فرانسه به آتش کشیده شد. هنوز مشخص نیست چه کسی مسئول آتش سوزی است. بر اساس آمار وزارت کشور فرانسه، بیش از 1 میلیون نفر روز پنجشنبه در سراسر فرانسه به خیابان‌ها آمدند. به دنبال اعتراضات دیروز تا به حال 457 نفر بازداشت شده و 441 افسر پلیس هم زخمی شدند. رسانه‌های دولتی کره شمالی گزارش دادند این کشور یک پهپاد زیردریایی جدید که قابلیت حمل سلاح هسته‌ای را هم دارد آزمایش کرده. به گزارش خبرگزاری دولتی کره شمالی، این پهپاد زیردریایی طی 3 روز در سواحل شرقی کشور برای مدت بیش از 59 ساعت و در عمق 80 تا 150 متری مورد آزمایش قرار گرفت. سلام، نوروز 1402 رو به شما هر کجا که هستید تبریک میگم. امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز جمعه امروز عامل گرفتاری های اقتصادی و اجتماعی کشور را ناکارآمدی سیاسی عنوان کرده. مولوی عبدالحمید فساد گسترده را دلیل اصلی از دست رفتن سرمایه ملی دانسته. او به کشتار و شکنجه مردم اشاره کرده و خواسته ایرانیان معترض را بر حق عنوان کرده و گفته به تغییر سرنوشت ملی در سال آینده امیدوار است. او همچنین انتخابات در جمهوری اسلامی را انتصاب خوانده و شورای نگهبان را مسئول ورود افراد نالایق به پست‌های کلیدی دانسته. سال گذشته سال پرنشیب و فرازی بود در کشور ما، خصوصا 1401 نشیب‌ها و فرازهای زیادی داشت. در حال این اعتراضات شکل گرفتن و مردم ایران در بسیاری مسائل احساس مشکلات کردند و خود را در تنگنا دیدند، ناکام در زندگی در بسیاری مسائل. قانون هست که در قانون راست اجازه داده شده که اعتراض مسالمت آمیز میتوانم مردم بکنم، حرف شون را بزنم، فریاد شون را بکنم و مردم از همین قانون استفاده کردن بسیاری بسانه آمدن. البته این اعتراضات نباید اختشاشات بشه و تبدیل به اختشاش بشه و این مسالمت آمیز باشه و متاسفانه برخورد با این اعتراضات اونطور که نباید بشود با اعتراضات برخورد شد. شایسته این بود که حرف مردم هم میشنیدن مسئولان. امروز جمعه 4 فروردین 1402 مردم زاهدان هم مانند جمعه های گذشته در 25 جمعه اعتراضی خود با سر دادن شعارهای اعتراضی به خیابان ها آمدند. برادر شهیدان خون تو پس میگیرم.
قاصرم برای مرد قاصرم اسم شهید قاصرم مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا با ماست. آقای نخل احمدی، میشه گفت سیستان و بلوچستان به قلب تپنده خیزش انقلابی تبدیل شده، به دو جهت اهمیت داره، یکی تداوم اعتراضات در این 6 ماه در جمعه اعتراضی و همطورین صدای رسای مولوی عبدالحمید که به نوعی یکی از صداهای صریح داخل کشور هست بر علیه حکومت. سلام عرض میکنم خدمت شما. بله خب ببینید، امروز آقای مولوی عبدالحمید به حال نقدی کردن بر سیاست‌های داخلی و خارجی و گفتن این سیاست‌ها چون در جهت منافع ملی نیست وضعیت رو به این شکل در واقع وضعیت کشور رو کرده است و گفتن که در شرایط کنونی متاسفانه چشم‌اندازی برای تغییر این سیاست‌ها وجود نداره و ایشون ابراز امیدواری کردن که در سال جدید سرنوشت مردم که ایران عوض بشود. خب این در واقع شاید در امتداد همان صحبت‌هایی بود که در سال‌های در ماه‌های گذشته آقای مولوی عبدالحمید انجام دادن، صحبت از این کردن که سیاست‌ها به بن‌بست رسیده و حرف یا گوش شنوایی در حاکمیت نیست. یکی از در واقع مطالبی که در این هفته ایشون روش تاکید کردن مسئله انتخابات بود. خب آقای مولوی عبدالحمید از چهره‌هایی بود که در دهه‌های گذشته بسیار در واقع اصرار داشتن که در رابطه با تغییر وضعیت و حقوق رسیدن به حقوق شهروندی مردم در انتخابات مردم شرکت بکنن. امروز صراحتا گفتن که ما تا حالا انتخابات عادلانه‌ای نداشتیم، هرچی بوده است انتصابات بوده است و شورای نگهبان افرادی که اینها بسیار ضعیف بودن اینها رو نگه داشتن و از مردم خواستن به اینها رأی بدن و نتیجهش این شرایط بوده. خب به نظر میاد آقای مولوی عبدالحمید در واقع این بار قرار نیست که در واقع جبهه برخی از اصلاح طلبانی که الان دور خیز کردن و انتخابات رو یا مشارکت در انتخابات رو یک راه حل می‌نامند در این جبهه قرار بگیرن و خواستار این هستن که به هر حال یک تغییر ساختاری اساسی در حاکمیت ایجاد بشه. این تغییر ساختاری از طرف برخی دیگر از چهره‌ها مطرح شده، اما آقای خامنه‌ای به صراحت چند روز قبل در سخنرانیشون گفتن که هیچ تغییر قرار نیست در حکومتداری و شکل حاکمیت ایجاد بشه. آقای نخل احمدی، اشاره کردید به خواسته مولوی عبدالحمید که تغییر نظام هست. این تغییری که خود مولوی عبدالحمید نسبت به گذشته خودش کرده چقدر مرهون این ایستادگی مردم سیستان و بلوچستان هست در اعتراضات با وجود گسترده بودن سرکوب ها و بازداشت ها؟ خب قطعاً ببینین، جنبش زن زندگی آزادی که از چند ماه گذشته شروع شد بسیاری رو در حال وادار کرد که در رابطه با مواضع خودشون و راه حل هایی که پیشنهاد میدن تجدید نظر بکنن. خب آقای مولوی عبدالحمید از کسانی بود که همیشه تلاشش بر این بود که در میانه حاکمیت و مردم قرار بگیرد، از حاکمیت انتقاد میکرد و تلاش میکرد صدای مردم رو هم به شکلی به حاکمیت برساند. امروز ایشون میگه که ما تلاشی کردیم چه در واقع انتقادات در خطبه‌های نماز جمعه، چه در رابطه با ارسال نامه‌های مطالبه گرانه، چه در رابطه با شرکت در انتخابات، همه اونها بی نتیجه بوده و شکل اعتراضات و نوع برخوردی که حاکمیت انجام داد در رابطه با اعتراض معترضین در کل کشور و در سیستان و بلوچستان به حال ایشون رو به شرایط یا در شرایط قرار داد که اجباراً در زمین مردم یا در جبهه مردم ایستادن. همین امروز گزارش منتشر شد از طرف حالوش که اسامی 121 نفر رو که در اعتراضات زاهدان و خاش کشته شدن رو منتشر کردن که 19 نفر اونها کودکان زیر 18 سال بودن. خب ما این آمار بسیار زیادی در کل کشور داریم و هر در واقع وجدان سلیمی و کسی که خب به آینده خودش میخواد نگاه بکنه طبیعتا نمیتواند در این شرایط در طرف حاکمیت بایستد یا به هر حال یک رویکرد مدارا‌گرانه داشته باشه. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار، ممنونم که ما رو همراهی کردید. سردبیر خاورمیانه فاینانشال تایمز که به تازگی از ایران برگشته میگوید اولین چیزی که در تهران به چشم میآید زنانی هستند که حجاب ندارند. اندرو انگلند اشاره کرده در گذشته حتی زنان سکولار قانون حجاب جمهوری اسلامی را رعایت میکردند، اما حالا کسی از آن پیروی نمیکند. سردبیر فاینانشال تایمز این اقدام را شکلی از نافرمانی مدنی توصیف کرده. نعیمه دوستدار روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از مالمو در سوئد با ماست. خانم دوستدار،
میدونیم که حجاب برای جمهوری اسلامی رکن مهمی است از نظر ایدئولوژی جمهوری اسلامی. فکر میکنید که این اتفاقی که سردبیر فایننشال تایمز به اون اذعان کرده و این گستردگی نافرمانی مدنی در مورد پوشش اجباری نشانه چیست؟ خب نشان دهنده تشدید و تقویت شدن نافرمانی های مدنی زنان به طور خاص در این مورد هست، اما من به هیچ وجه اون رو نشانه از تغییر رویکرد حکومت نسبت به مسئله حجاب تلقی نمی کنم و گمان می کنم که این نبرد هر چقدر که در واقع شدت می گیره از سوی مردم با نافرمانی مدنیشون، از اون سمت هم حاکمیت جلو میاد و عقب نمیره. و ما نشانه های بر این در واقع ادعای من رو توی در واقع 6 ماه گذشته همزمان با شروع انقلاب زن زندگی آزادی در ایران دیدیم. زنها روسری های خودشون رو آزاد آتش زدن به خیابان بدون روسری اومدن. میخوام تاکید بکنم که پیش از این هم همواره زنان این کار رو میکردن. گروه های زیادی از زنان بودن که این مقاومت مدنی رو به همین شکل، یعنی برداشتن کامل حجاب، انجام میدادن، تو پیاده روی های بدون حجاب و اینها شرکت میکردن. بعد در این 6 ماه هم این اقدامات شدت گرفته و خب یک سری از فضاهای شهری و عمومی رو زنان سعی کردن بیش از گذشته تصرف بکنن. ما الان همونطور که این گزارش میگه و همونطور که به هر حال گزارش های دیگری که از داخل ایران میرسه نشون میده، شاهد این هستیم که زنان در فضاهایی مثل کافه ها، رستوران ها، خیابان ها، مرکز خرید، هر جایی که این فرصت وجود داشته باشه بدون حجاب ظاهر میشن و احتمالاً این به شکل محسوس بوده که حالا یک گزارشگر، یک خبرنگار خارجی، کسی که از داخل ایران دید میکنه این رو متوجه شده. اما این به اون معنا نیست که ما تصور بکنیم جمهوری اسلامی در سیاست‌های خودش در این زمینه تغییری ایجاد کرده یا برنامه‌ای داره برای اینکه نرمش بیشتری به خرج بده. شاهد این هستیم که همزمان در تمام این مدت اعمال فشارها وجود داشته، طرح در مجلس تصویب کردن برای در برخورد با زنان که الان دیگه اونها رو به درستی بی حجاب میخونن، دیگه بعد حجاب هم نیستن، میخوان اونها رو از خدمات اجتماعی شهروندی محروم بکنن، یعنی اونها رو به عنوان اصلا شهروند در نظر نمیگیرن. وقتی تو شهروندی رو از داشتن فرضاً حساب بانکی یا کارت ملی یا اینها محروم بکنی، اینا رو ازش بگیری، به نوعی اون رو شهروند در یا اصلا شهروند نمیدونی یا شهروند درجه دوم. و به همین ترتیب فشارهای اجتماعی رو هم افزودن، فرضاً رفتن سراغ محله ها، خود مردم از مردم درخواست میکنن که با هم دیگه برخورد بکنن، به عنوان عامر به معروف ظاهر بشن. این نیروها رو در واقع دارن توی جامعه تشویق میکنن، تقویت میکنن و این به معنای این هست که جمهوری اسلامی مادامی که حضور داشته باشه مقاومت میکنه در مقابل بیهجابی. اما اینکه مردم هم با نافرمانی مدنی فضاهای بیشتری رو تصرف میکنن و در اختیار میگیرن، این یک واقعیته که فکر میکنم در این 40 سال همواره وجود داشته و همچنان هم ادامه خواهد داشت. نعیمه دوستا، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، ممنونم که با من همراهی کردید. جنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، به کنگره گفته پنتاگون در صورت تلاش ایران برای ساخت بمب اتمی چند گزینه نظامی آماده دارد و این گزینه ها به کاخ سفید هم ارائه شده. به گفته جنرال میلی، ایران در عرض 2 هفته میتواند مواد لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای را تولید کند و طی چند ماه قادر است یک سلاح هسته‌ای بسازد. ایران با ادامه حمایت از نیروهای تروریستی و نیابتی خاورمیانه این منطقه را به سمت بی‌ثباتی می‌کشاند. همینطور اقداماتی در زمینه تولید سلاح هسته‌ای انجام می‌دهد و همزمان در حال توسعه برنامه موشکی است. اگر این کشور تصمیم بگیرد، همانطور که بیشتر سایر اعضای وزارت دفاع به شما گفتند، میتواند در عرض 2 هفته مواد لازم برای ساخت یک سلاح هسته‌ای را تولید کند و تنها طی چند ماه قادر خواهد بود تا یک سلاح هسته‌ای واقعی بسازد. اما ایالات متحده همچنان در سیاست خود متحد است که نگذارد این کشور به هیچ سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ما گزینه‌های متعددی را برای رهبری کشورمان تهیه کرده‌ایم که در صورتی که ایران تصمیم به ساخت یک سلاح هسته‌ای واقعی بگیرد، آنها آمادگی لازم را داشته باشند. تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه، از حضور وزیر خارجه آمریکا در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنا استفاده کرد تا به شدت از سیاست‌های کاخ سفید انتقاد کند. تد کروز
دولت بایدن را متهم کرد که با عدم اعمال تحریم‌ها علیه تهران دست جمهوری اسلامی را برای همکاری با روسیه باز گذاشته. سناتور، دو مورد. اول، رابطه مشترک که ما بین ایران و روسیه شاهدش هستیم، از جمله کمک ایران در زمینه فناوری هواپیماهای بدون سرنشین به روسیه برای استفاده در اوکراین و کمک روسیه به ایران، از جمله وعده ارائه سیستم‌های تسلیحاتی و جنگنده، چیزیه که ما برای از بین بردنش بسیار فعالانه و تهاجمی در کل دولت آمریکا تلاش می‌کنیم. ما در مورد هواپیماهای بدون سرنشین ده‌ها نفر رو تحریم کرد. آیا تحریم‌های نفتی رو برگردوندین؟ ما به دنبال موثرترین روشی هستیم که بتونیم. آیا تحریم‌های نفتی رو دوباره اعمال کردیم؟ خب، ما تمام شبکه پهپادی ایران رو تحریم کردیم. آیا کاری کردیم که آیت الله ها نتونن روزی 1 میلیون بشکه نفت بفروشن؟ ما در تلاش هستیم تا مطمئن بشیم که میتونیم این کار رو بتونیم. در دولت قبل انجام شده بود. این دولت بایدن بود که از ادامه تحریم‌ها خودداری کرد که باعث شد میلیاردها دلار به سوی آیت الله سرازیر بشه که حالا برای حمله به اوکراینی‌ها استفاده میشه. در حال حاضر و در حالی که به دنبال اعمال تحریم‌های جدید هستیم، ما هر روز برای شما معافیت‌ها رو لغو نکردیم. در عوض شما با این معافیت‌ها امکان همکاری هسته‌ای گسترده بین روسیه و ایران رو فراهم کردید. چرا این معافیت‌ها رو امضا کردین؟ چرا این کار رو بارها انجام دادین؟ این معافیت‌ها در راستای منافع ایالات متحده در زمینه عدم ارشاد بوده، به ویژه برای اطمینان از اینکه موادی که ایران میتونه ازش برای توسعه برنامه هسته‌ایش استفاده کنه از خارج ایران وارد نشه و مطمئن بشیم که تأسیسات ایران به گونه‌ای توسعه پیدا نمی‌کنه که بتونه منجر به گسترش سلاح یا پیشرفت ایران در زمینه تسلیحات هسته‌ای بشه. در آخرین نمونه مجدداً معافیت‌ها رو به میزان قابل توجهی کمتر کردیم تا مطمئن بشیم که فقط بر فعالیت‌های متمرکز هستند که اهداف عدم اشاعه ما رو تقویت می‌کنه. دولت بایدن به خاطر سیاست حاضر به انجام این کارها نیست و در نتیجه میلیاردها دلاری که آیت الله به خاطر تصمیمات شما و تصمیمات رئیس جمهور بایدن به دست میارند، جنگ در اوکراین رو تأمین مالی میکنه. چرا این دولت به هر دو طرف این جنگ کمک مالی میکنه؟ من اساساً با این قضاوت مخالفم. سناتور، ما برنامه هسته‌ای ایران رو تحت کنترل درآورده بودیم. متاسفانه در نتیجه خروج از توافق هسته‌ای، خروجی که ما مسئولش نیستیم، از کنترل خارج شد. در نتیجه به رغم فشار حداکثر پرسیدم چرا هر دو طرف رو تأمین مالی میکنید؟ برنامه هسته‌ای ایران پیشرفت کرده. آیا به سوال من پاسخ میدین؟ چرا به هر دو طرف جنگ اوکراین کمک مالی میکنید؟ ما هر دو طرف رو تأمین مالی نمیکنیم. ما تلاش میکنیم مطمئن بشیم در هر جا که ممکنه از دست بدیم. اما شما نمیخواین جلوی فروش نفت ایران رو بگیرید. ما در حال بررسی موثر تحریم ها رو اجرا کنیم. این که خیلی پیچیده نیست. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در حدی که واشنگتن انتظار داشته رفتار حکومت ایران را تغییر نداده. جانت یلن به کمیته مالی سنا گفته آمریکا به دنبال افزایش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است. در ادامه موج جدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، آمریکا اول فروردین تحریم‌های تازه علیه حکومت ایران وضع کرد. همزمان وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی گفته علی‌رغم تحریم‌های آمریکا، ایران به بالاترین سطح صادرات نفت خود در 2 سال گذشته دست یافته و از رکورد قبلی 1.3 میلیون بشکه در روز پیشی گرفته. احسان خاندوزی گفته صادرات غیر نفتی در 11 ماه گذشته 53 میلیارد دلار بوده که 12% افزایش داشته و واردات هم 60 میلیارد دلار بوده که نشان می‌دهد اقتصاد ایران را نمی‌توان منزوی کرد. اما در شرق سوریه تنش بین نیروهای شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی و نیروهای ائتلاف بین‌المللی ضد داعش تشدید شده. در تازه‌ترین تحول، نیروهای مورد حمایت ایران به پایگاه نیروهای ائتلاف در میدان نفتی العمر در شرق دیر الزور حمله کردند. روز پنجشنبه نیروهای آمریکایی به یک حمله پاسخ دادند و 8 نظامی وابسته به جمهوری اسلامی کشته شدند. همچنین روز پنجشنبه در حمله هواپیماهای بدون سرنشین نیروهای وابسته به ایران، 1 پیمانکار آمریکایی کشته شد و 1 پیمانکار دیگر و 5 نظامی آمریکایی مجروح شدند. ارتش آمریکا به کسانی که اطلاعاتی مرتبط با نیروهای وابسته به ایران و انبارهای مهمات آنها ارائه دهند، پاداش مالی می‌دهد. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای صدرزاده، واکنش
ایالات متحده رو به کشته شدن یک شهروندش در برابر جمهوری اسلامی چقدر متناسب می‌بینید؟ خیلی شدید بوده، بیشتر از اون چیزی بوده که ایرانی‌ها تونستن. الان تا همین الان که ما با هم داریم صحبت می‌کنیم 11 نفر رو کشتن، 6 نفر رو در دیره زور، 3 نفر رو در بوکمال و 2 نفر هم در جنوب المیادین، و احتمال میره که تعداد تلفات ایرانی‌ها و نیروهای طرفدار ایرانی بالاتر بره، چون تعداد مجروحین که سخت مجروح شدن بالا هست و این باعث شده که نیروهای ایرانی در استان دیرزور عقب نشینی بکنن، پناه بردن به منطقه بوکمال که منطقه هست که مرز عراق و سوریه هست و اونجا در حقیقت بعضی مواقع یا بیشتر مورد حملات اسرائیل هم هست، ولی در این حال ایران مثل که این منطقه استراتژیکی دیرزور رو نمیخواد رها بکنه، چون اولا یک استان نفتی سوریه است، ثانیاً از این منطقه یک راهی میگذره، راه مواصلاتی هست که برای بردن سلاح ایران از طریق عراق به سوریه و لبنان خیلی مهم هست برای ایران، و همین رد دائما در اینجا زد و خورد وجود داره. بارها اسرائیلی ها به این منطقه حمله کردن، حالا هم به تلافی حمله پهپادی دیروز ایران به پایگاه آمریکایی ها در نزدیکی الحسکی که 900 تا سرباز آمریکایی اونجا هستن، این حملات امروز صبح نیروهای آمریکایی به نیروهای ایرانی بوده. آیا سعدزاده، فکر میکنید که اگر که تنش‌ها افزایش پیدا کنه چه واکنشی میشه انتظار داشت از ایالات متحده؟ هم وزیر امور خارجه هم وزیر دفاع آمریکا به نحوی از جانب رئیس جمهوری آمریکا به مراتب در 24 ساعت گذشته تکرار کردند که اگر اتفاقی شبیه اون اتفاقی که روز پنجشنبه افتاد و ایرانی‌ها با پهپاد به پایگاه آمریکایی همکن تکرار بشه، این بار عکس العمل آمریکا خیلی شدیدتر خواهد بود. آقای آستین وزیر دفاع آمریکا به صراحت گفت که ایرانی‌ها باید مواظب باشن، ممکنه دامنه این حملات هم بیشتر باشه. و جالب این هست که هیچ کدام از وسایل رسمی و غیر رسمی ایران هیچ گونه عکس العملی نشون ندادن و فقط خبرگزاری سوریه یک گزارش کوچکی در این زمینه داد. حزب الله هم تاکنون سکوت کرده، چون به هر حال حملاتی که بوده ظاهراً دامنش برای ایرانی‌ها و نیروهای طرفدار ایران زیاد بوده، نخواستن این شکست رو بپذیرن. آقای سعدزاده، با توجه به اینکه یک سر ضلع این مثلث اسرائیل هست، فکر می‌کنید که امکانش هست دامنه این تنش‌ها به داخل خاک ایران هم کشیده بشه؟ به داخل این خاک ایران نه، ولی اسرائیل بارها اعلام کرده که من به هیچ وجه اجازه نخواهم داد که نیروهای ایران در نزدیکی مرز ما استقرار پیدا بکنن. حملات 2 هفته گذشته اسرائیل به حلب، به دمشق و باز به همین منطقه دیرزور نشون میده که ظاهرا اسرائیلی ها این برنامه رو ارائه میدن. فقط یک مسئله هم هست، و از اونجایی که خود آقای نتانیاهو در درون اسرائیل در اثر تغییر قوانین اصلی اسرائیل یه مقدار تحت فشار اجتماعی در درون اسرائیل قرار داره، این اواخر بیشتر از لزوم حمله به ایران شنیده میشه. بعضی از تحلیلگران اسرائیلی میگن که بعید نیست که نتانیاهو حملاتش رو با ایران حالا در کجا انجام بگیره تشدید بکنه، به خاطر اینکه افکار عمومی اسرائیل رو هم از این تنشی که بر اثر سیاست داخلی در اسرائیل هست منحرف کنه. ولی خب بایستی که منتظر آینده بود و ببینیم چنین اتفاق میفته یا نه. علی سعدزاده، ممنونم که ما رو همراهی کردید. اما با ادامه اعتراضات فرانسوی ها به طرح افزایش سن بازنشستگی از 62 سال به 64 سال، ساختمان شهرداری بردو در جنوب فرانسه به آتش کشیده شد. هنوز مشخص نیست چه کسی مسئول آتش سوزی است. بر اساس آمار وزارت کشور فرانسه، بیش از 1 میلیون نفر روز پنجشنبه در سراسر فرانسه به خیابان‌ها آمدند. به دنبال اعتراضات دیروز تا به حال 457 نفر بازداشت شده و 441 افسر پلیس هم زخمی شدند.
رسانه‌های دولتی کره شمالی گزارش دادند این کشور یک پهپاد زیردریایی جدید که قابلیت حمل سلاح هسته‌ای را هم دارد آزمایش کرده. به گزارش خبرگزاری دولتی کره شمالی این پهپاد زیردریایی طی سه روز در سواحل شرقی کشور برای مدت بیش از 59 ساعت و در عمق 80 تا 150 متری مورد آزمایش قرار گرفته. گفته می شود پهپاد مذکور در این آزمایش توانسته یک کلاهک غیر هسته‌ای را منفجر کند، در حالی که این خبرگزاری گفته این پهپاد قابلیت انجام سونامی رادیواکتیو را داراست. به گفته تحلیلگران در خصوص قبول این ادعا و توانایی های این سلاح باید تردید داشت. به گزارش کره جنوبی پیشتر در جریان مانور نظامی مشترک ارتش ایالات متحده و نیروهای کره جنوبی که دوشنبه 22 اسفند آغاز شده بود، کره شمالی چند موشک کروز از سواحل شرقی خود شلیک کرد. ممنونم از همراهی شما. تا ساعت 5 عصر به وقت تهران با شما خواهم بود با یک بخش خبری